جانی من است، آزرخشی یادهای رفتگان دارد سر است. پیش زبریشیم زیراهی لاجوورد و قلعگی، رفته و فرهنگ نیکی باستان دارد سر است. ای خوشا مرده که تاریخی وطن را زنده کرد، نامی نیکش را همیشه نیزی جان دارد سر است. تاجیکستان کشوری من با سرزمش زنده باد، عدل پیشوای معظم بحر ما پاینده باد. بحرتان گوید سلام نقره خاکی سر است، این همه احیاگری ها با شما زیبنده باد. زندانی سرزمینی پروسعت آریانا، وارثانی ارزنده سغد و سرزم باستان، من ملیکه سرزمم از نژاد آزادگان و از تبار بزرگانم. زمان ما قوم‌های آریایی در این مکان زیبا قصر و کوشک ها و قلعه های روین و استوار بنیاد کرده بودیم. سرزم پایتخت دولتی بزرگ سغد باستان به حساب می رفت. بیادم می آید که من و شهردار ارجمند سرزم، سروری مردم نکتاله و خوشبخت این مکان بودیم. متحد و اتفاق دانه امید کاشتیم، دهقانی و برزگری را به حد کمال رسانیدیم، هنرمندی را رونق بخشیدیم و همه یک جا شهر بزرگ را بنیاد نمودیم. ما آفرنده و چراغدار تمدن آریایی هستیم. خوشا که امروز خلق تاجیک با روح نیرومندش خیش را به جهانیان شناسا کرد و ملک و مکانش را از نو صاحب شد. سرفرازی خلق و ملت است که در آخر قرن بیست در زمان بسا سنگین تاجیکان، یکی از فرزندان دلیر و جسور، دانا و توانای وطن را همچون وارثی ارزنده سغد و سامان بشناختند و بر مسند عدل آوردند. این ابرمرد تاریخ، احیاگر گذشته پر افتخار، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشند که سرزم باستانی محض با ابتکارات و تلاش هایشان عمری دوباره می یابد. امروز روح نیاگان از فرزندی که تاریخ نزدیک 6000 ساله را احیا نموده است خرسند و رضامند است. زهی پیشوای محبوب ملت، زهی رهبر و رهنمای معظم خلق سعادتمند تاجیک.
زمینی آریایی ای سرز مطلع نوروزیایی ای سرز فیض استقلالی تحفه‌ای از دان به مایی ای سرز تحفه‌ای از دان به مایی ای سرز از تمدن کهن تاجیکان سرزم گهواره و خواستگاه خلق و ملت تاجیک بوده اولین عنصرهای آیین روزگارداری، فرهنگ شهرنشینی، ساختار دولتداری، تشکل کسب و هنر، عرف و تعامل و مناسبت‌های تجارتی و دیپلماتی محض در این یادمان تاریخی بشریت ارزی هستی نموده، به هر رنگ و صورت تکامل یافته است. کشف و کارکرد آهن و میس، برینجی و نقره و طلا و انواع دیگر معدن در این مرکز تمدن تاجیکان شهادت از آن می‌دهد که ساکنان این گوشه قدیمی عالم بهترین معدن گدازان، زرگران، آهنگران، سنگ تراشان، کلالگران، نجاران و معماران و مهندسان بودند.
در علم‌های باستان‌شناسی و تاریخ‌شناسی، فرهنگ جامعه انسانی را از روی اعتقاد نسبت به معجزه‌های طبیعت، آفتاب، آب و آتش و زمین به دوره‌ها جدا می‌کنند. جامعه را به پرستش آتش و دیگری را به آب و زمین نسبت می‌دهند. در رفت حفریات شهرک سرزم تا سال 1990 31 آتشگاه پیدا گردید. آنها اساساً در مابین خانه‌ها و تالارها گوناگون حجم ساخته شدند. از این رو معلوم می‌گردد که مقدس پنداشتن نور و روشنایی که اصل دین‌های منبعی جهانی می‌باشد از سرزم قدیم منشأ می‌گیرد. در سرزم کشف شدن خاکدان ابدی کدبانو یا ملیکه و آثار زینت و آرایش او از مرجان و شده های نقرگی و طلایی، شبه ها از سنگ های لاجورد و فیروزه، لعل و عقیق دلالت می نماید که در این شهر زنان مقام والا داشتند و فرهنگ مناسبت و معاشرت نیک و عادلانه بین طبقات جامعه حکمران بوده است. باعث سربلندی خلق و ملت تاجیک است که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 سپتامبر سال 2001 این یادگاری همچون مرکزی تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرزم اعلان گردیده. 31 ایول سال 2010 در سسیه 34 یونسکو که در دولت برزیلیا برگزار گردید با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان آن به فهرست میراث جهانی فرهنگی وارد گردید. پیشوای محبوب ملت 26 دکبر سال 2018 در پیام نوبتی خود به مجلس عالی مملکت چنین تاکید داشتند: ما تصمیم گرفتیم که سال 2020 جشن یکی از یادگاری های باستانی کشور ما شهر قدیمه سرزم را دارد. این چاره امکان می دهد که ما مدنیت بیش از 5500 ساله از جانب دایره های علمی جهان اعتراف شده خود را به جهانیان به طور شایسته معرفی سازیم. این همه از تشبث های سازنده و آموزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. درودی تازه‌ی
جرو زرکاری خود را یاد دارد تا هنوز در کنار زر شرودی زر کشان دارد سر زر کشان دارد سر رودکی را برد این ره تا سمرقند و بخار زبانی بی زبانی بحر ما جویم سخن بس که در سینه بسا حرف و بیان دارد سر حرف و بیان دارد سر بعد از این لحظه بقای جاویدان دارد سر از پیشوای ملتی ما قدر آن تا عرش برد پیشوای ملتی ما قدر آن تا عرش برد خوش دلم سازنده ای شیرین زبان دارد سر شیرین زبان دارد سر شیرین زبان دارد سر جکی تی باستا خوش آمده ده بشو حرفی محبت بر زبان خوش آمده ده بشو از پیش و ایره نما
کشور زین آباد شد ملکی چمن بنیاد شد با فیض استقلال ما از پیشوای رهنما از پیشوای رهنما کشور زین آباد شد ملکی چمن بنیاد شد با فیض استقلال ما از پیشوای رهنما
تاره در آغاز برنامه اطلاع داده بودیم امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفری کاری در شهر نویای ولایت سوخت به ناحیه ظفرآباد تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه ظفرآباد نخست بنای دعاشونه مرکزی تشخیصی و تاوبتی دیار را مورد استفاده قرار دادند. 13 سپتامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر نویه های ولایت سوخت به ناحیه ظفرآباد تشریف آوردند. ناحیه ظفرآباد در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در زمینه دستگیری و توجه بی‌واسطه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت همه‌جانبه رشد نموده است و صفت زندگی ساکنانش در زمینه تطبیق برنامه های گوناگون دولتی و عملی سازی تدبیرهای سازندگی و آبادانی به مراتب بهتر و خوبتر گردیده است. باید تاکید کرد که سفرهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و نواحی مملکت با نظرداشت رعایت معیارهای سانیتاری و گیگینی صورت گرفته، همچنین رهبر دولت از دیگر مسئولین طلب می‌نمایند تا معیارهای مقرر گردیده به خاطر پیشگیری از سرایت‌یابی و پنشوی بیماری کووید